اگر تو وضعیت فعلی داری مشکلات مالی زیادی رو تجربه میکنی، نسبت به آینده ناامیدی، میترسی، نمیدونی قراره چه اتفاقی بیفته، امید نداری، ویژن نداری، تو داری ثروت رو توی زندگی دفع میکنی. اینا همش دست اندازای ذهنی توه و باعث میشه که ثروت هرگز وارد زندگی تو نشه، تو جلوش کاملا واستادی. حالا همین آدمی که این پست و این حرفایی که من الان زدم رو میزد، نام نمیبرم کیا، یه جای دیگری مثلا 6 ماه بعد اومده بود یه پست دیگری ساخته بود که کسانی که وضع مالیتون خوبه و ثروتمندید، رو به رشدید، رشد کردید تو زندگیتون، اگر شما از رشد بیشتر میترسید، شما دارید رو اون فقر رو جذب میکنید. یعنی اگر من میترسم که ضرر کنم، اگر میترسم که پول از دست بدم، اگر میترسم که مثلا شعبه دو بیزینسم رو بزنم، این کارا رو بکنم، من دارم فقر رو جذب میکنم به خاطر این ترسم. بعد اومده بود در ادامه مثال زده بود که مار از پونه بعدش میاد، دم در لونش سبز میشه. بر من سواله، میدونی میخوام راجع به چی صحبت کنم؟ سلام، آدم هستم و این روزا آدم ها دارن راجع به قانون جذب فقط شرح مطلب میکنن، یعنی هیچ راه حلی نمیدن، هیچی، حرفای خودشون هم در تناقض با آنچه که دارن میگن. به همین دوتا مثالی که زدم توجه کن و تو اینستاگرام همین بعد چک کن، ببین همین آدمایی که حرف میزنن، یه جایی میگن ترس دافع است و دفع میکنه ثروت رو، وقتی میترسی تو داری ثروت رو دفع میکنی، بعد جای دیگری میگن اگر بترسی سرت میاد، پس نه ترس و شجاع باش و اگر بترسی داری جذب میکنی. ای بالاخره ترس جذب یا دفعه؟ در رابطه با پول اگر بترسی از دست میدی، و جای دیگری میگه اگر بترسی دفع میکنی. میبینی کسانی که راجع به این سبک از قوانین و طرز فکر رو صحبت میکنن، خودشون مملو از تناقضن و من میخوام تک تک اینها رو با مثال و منطق برای توضیح بدم و تو قطعا الان با من مخالفت میکنی. پس اگر اینطوریه پس چرا فلانه؟ پس چرا اینقدر میگن؟ پس چرا اینطوریه؟ حقم داری، چون کلن ذهن آدم ها طراحی شده که بقا پیدا کنه و بقا یعنی حفظ آنچه که من الان هستم و تغییر برای شما ریسکه. تغییر فکری، تغییر ذهنی، تغییر فیزیکال، هر چیزی برای شما ریسک محسوب میشه و ذهن شما خلاف این برنامه ریزی شده. ولی واقعا منطقی بیا بشینیم فکر کنیم که آقا اینایی که میگن قانون جذب، چرا یه جا میگن شما فقر رو جذب میکنی با ترسیدن، چرا یه جا میگن شما با ترسیدن داری دفعش میکنی ثروت رو؟ یعنی من از ثروت میترسم دفعش میکنم، از فقر میترسم جذبش میکنم. بالاخره ترس جذب یا دفع؟ سوال قشنگیه ها. قانون جذب چطوری کار میکنه؟ اینم سوال قشنگتریه. میخوام بهت بگم ببین قانون جذب در رابطه با هزار تا موضوع کار میکنه، در رابطه با همه چیز اصلا بیفت فرض بگیریم که کار میکنه و اصلا هم دروغ نیست و سلام آدم هستم، کاملا قانون جذب رو قبول دارم. منتها قانون جذب به عمل کرد شما پاسخ میده، نه به طرز فکر شما. پس سیستم بیاندیشید و ثروتمند شوید یک دروغ محضه. شما با اندیشیدن به هیچ کجا نمیرسید. واقعیت اینه که علم ثابت کرده که ما میتونیم با تفکر و فقط فکر کردن، یک جا بشینید و فکر کنید، میتونید یک لیوان قهوه رو داغ کنید، گرم کنید. ولی 40 سال طول میکشه. یعنی 40 سال یک جا نشستن و فکر کردن انرژی لازم برای گرم کردن یک فنجان قهوه رو تولید میکنه. و خب من پا میشم اون لیوان قهوه رو گرم میکنم، کلاً 10 ثانیه طول میکشه. حالا شما 40 ثانیه بشین فکر کنید. نمیدونم منطقش چیه، خودت میتونی تصمیم بگیری. من نمیخوام قانون جذب رو رد کنم، ولی آنچه که تو ایران داره تدریس میشه رو قطعا میخوام رد کنم. چرا؟ به توضیح میدم. خیلی از کتابهایی که الان توی ایران داره قشنگ به عنوان مرجع تدریس میشه، مثل 4 اثر از فرانسیس کابلشی، نه تنها به کار نمیاد، شما رو بدبخت میکنه. چی اینجا هست؟ بیاد بگه من به فرشته ها نامه نوشتم، الان CEO هم، الان مدیر عاملم، الان قویم، قدرتمندم، مرسدس دارم، BMW دارم. کسی هست این حرفو بزنه؟ طرف میگه من به فرشته ها نامه نوشتم، مشکل مالیم حل شد، 3 میلیون به یکی بدهکار بودم پرداخت کردم. داداش اونو رندوم هم تو پرداخت میکردی، با تو 6 تا یارانه میذاشتی کنار میشد 3 میلیون تومان اونو میدادی، مشکلی نبود اصلا بابتش. میدونید چی میگم؟ نامه نوشتن به فرشته ها، سیستم 4 اصل از فرانسیس کابلشین، بشین فکر کن و ثروتمند شو، کتاب ناپلئون هیل که قطعا راجبش یه پست میسازم من، اینها تماما کتاب هایی است که نویسندگانشان قبل از اینکه این کتاب ها را بنویسن ثروتمند نبودن.
کوین ترودو حرف قشنگی میزنه. خیلی مهمه که به کی گوش میدی. خیلی مهمه که به کی گوش میدی. دوبار تکرار میکنم. خیلی از آدما پول دارن ولی از فروختن این خزعبلات به آدم ها پول دار شدن. و ببین یه نکته عمیق میخوام بهت بگم. من تو کازینو بودم توی ماکائو با یک فیلسوف چینی آشنا شدم. خیلی طرز فکر جالبی داشت. من اومدم راجع به خدا و دین و خلقت با این آدم صحبت کردم و یه جا برگشت گفت چطور شیطان رو قضاوت میکنی وقتی همه کتاب ها رو خدا نوشته؟ خیلی حرف قشنگی زد، برای من خیلی جالب بود. در ادامه توضیح داد، گفت ببین کار خوب که خوبه، ما خوبی ها رو خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم، ترفند های شیطان رو نمیتونیم تشخیص بدیم. و در ادامه اومد خیلی مطالب جالبی گفت که تو پستای بعدی بهش میپردازیم، ولی لپ کلامش این بود که آقا تمرکز کن روی این که بدی ها چیان و اونقدر زیاد نیست، چون خوبی ها هم اونقدر زیاد نیستن. وقتی بدی ها رو تشخیص بدی ناخواسته تو مسیر خوبی ها قرار میگیری. و یکی از مسائلی که توی مشکلات مالی، مسائل مالی، رشد و پیشرفت مالی شما به شدت تأثیر گذاره اینه که من تمرکز کنم که فقیر نباشم. همین که فقیر نباشم ثروتمند میشم. سوال، چگونه آدم ها فقیر میشن؟ خیلی سوال قشنگیه. من بهت قول میدم یکی از کلیپ هایی که هرگز وایرال نمیشه. چرا؟ چون من دارم راجع به فقر حرف میزنم. اگر تایتل این کلیپ چگونه ثروتمند شویم بود، الان 50,000 تا ویو داشت. ولی تایتل این کلیپ اینه، چرا آدم ها فقیر میشن، چگونه فقیر نشیم، چطور از فقر فراری باشیم. میدونی چی میگم؟ فقر چطور به وجود میاد؟ میگیری اینا چیزایی که من باید بهش اهمیت بدم. اولین نکته که راجع به فقیرها وجود داره اینه، خیلی سوال میپرسن ولی سوالات اشتباهی میپرسن. به سوالم دقت کن، به حرفم هم دقت کن. فقیرها چه سوالاتی میپرسن؟ و باز هم مثل کلیپ‌های قبلی به این قضیه اشاره میکنم که وقتی من میگم فقیرها، تو فکر می‌کنی من دارم راجع به دیگران حرف میزنم. شما بیننده گرامی، من گوینده گرامی، جفتمون در خیلی از مسائل فقر ذهنی داریم. حالا من چند تا شما وسط مثال میزنم. فقیرها اینجوری سوال میپرسن، هدف من از زندگی چیه؟ من از زندگی چی میخوام؟ من باید هدفمند باشم، من باید ویژن داشته باشم، من باید بدونم دقیقا تو زندگی چی میخوام. خب اوکی، من بهتون تبریک میگم، شما تو زندگیتون یک S500 مشکی رنگ میخواید با رینگ اسپورت و همچنین متالیک باشه رنگش، توش تودوزی چرم باشه، این شکلی باشه، عکسش هم میزنید، یه ویژن بوردم درست میکنید. خب حالا فهمیدید چی میخواید؟ خب نه واقعا خب دیگه فهمیدم، دیگه بهش میرسم. کسایی که نرسیدن نمیدونستن، مثلا اونا چلاق بودن، بلد نبودن، نمیفهمیدن، گوگل رو نمیدونن چیه، نمیتونن سرچ کنن ببینن مثلا مرسدس S500 چیه. نه، فقیرها سوال اشتباهی میپرسن. من از زندگی چی میخواهم؟ سوال اشتباهیه. ثروتمندا حرف قشنگتری رو به جاش استفاده میکنن، من چطور به آنچه که میخواهم برسم. طرف میگه من میخوام برم شمال، آنچه که میخواهد رو بیان میکنه، شرح ماجرا میکنه. میخوام برم شمال، میخوام ثروتمند شم، میخوام پولدار شم. میگیری چی میگم؟ من این خونه رو میخوام، من این ماشین رو میخوام، من اونو میخوام. همه یه سری هدف ها داریم دیگه، تو هم داری، منم دارم، اونم داره. منم میخوام بدن خوبی داشته باشم. خب ولی سوال اصلی این نیست. سوال اصلی اینه که من چطور یک بدن خوب بسازم. کسی که میخواد بره شمال میتونه روی شمال تمرکز کنه و هرگز بهش نمیرسه. ساعت‌ها راجع به شمال حرف میزنه. نکته دوم، فقیرها راجع به آنچه که میخواهند خیلی حرف میزنن. فقط حرف میزنن، ولی وای خیلی گرونی شده، وای این ماشین آشغاله. این فیلسوف چینی حرف قشنگی به من زد. یه بحث شد راجع به تولید ماشین، این حرفا. من گفتم خب آقا چرا اینقدر کیفیت این ماشینا پایینه و چرا آدما میخرن و کی قرار پس بالاخره تغییر کنه؟ گفت تا جایی که آدما دیگه نخرن، اون موقع تغییر میکنه. فقیرها فقط راجع به وضعیت مینالن ولی هیچ اقدامی ندارن. تو اگر راجع به وضعیت اقتصادی تو ایران مینالی و اقدامی نداری و فکر میکنی اقدام یعنی اینکه الان برم هشتگ بزنم هشتگ فلان، نه عزیزم، این اقدام نیست، خودتو داری سر کار میذاری. اقدام حتی تغییر دادن دولت هم نیست، اقدام تغییر دادن همسایت هم نیست، تغییر بابات هم نیست، تغییر فامیلات هم نیست، تغییر اطرافیانت هم نیست. نه، اون انقلابی که تو به دنبالش هستی که در بیرون اتفاق بیفته، اول باید در درون اتفاق بیفته.
تو خودت رو منقلب نکنی هیچ که نمیتونی منقلب کنی رفیق. من دارم راجع به موضوعات مالی صحبت میکنم. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ تو میتونی ساعتها راجع به مهاجرت صحبت کنی، ساعتها راجع به شمال صحبت کنی، اهدافت صحبت کنی، چی میخوای صحبت کنی، من میخوام یک تریدر بشم، من میخوام فلان کنم، من میخوام ازدواج کنم، من میخوام یک زندگی مالی خفن رو تجربه کنم، میخوام آدم مثل تو مثلا مسافرت خارجی برم، برم آسیای شرقی رو بگردم، بیام جهان بینی داشته باشم. عالیه، منم خیلی از چیزا رو میخوام، منم دوست دارم سیکس پک داشته باشم، دارم ندارم، ایربگ دارم. چرا؟ چون فقط راجع بهش حرف میزنم. موقعی که بخوام اجرایش کنم رو چی باید تمرکز کنم؟ روی مسیر رسیدن بهش، نه حتی شمال. و دقت کن اینجا اون تناقض قشنگه اتفاق میفته که من میگم قانون جذب رو لوله کن. و آره، چرا به کار نمیاد؟ چون تا مادامی که عمل کرد بهش اضافه نکنیش فایده ای نداره. من برای توضیح میدم، من میتونم ساعتها روی شمال متمرکز بشم، بهش میرسم. نه، مسیر رسیدن به شمال کجاست؟ جاده چالوس. جاده چالوس به شمال ربط داره؟ واقعیت اینه که نداره. فیزیکال شاید ربط داشته باشه ولی نداره. یعنی اهداف ما نیازمند چیزهایی است که به خود اون هدف هیچ ارتباطی ندارد. من واسط باز هم مثال میزنم، من میخواهم در زندگیم ثروتمند بشم، میخوام پولدار بشم، نیاز به چی دارم؟ تفکر استراتژیک. چرا تو پول داره آدم؟ بیا راجع به پول با ما حرف بزن، بهمون بگو چجوری ثروتمند شیم. دارم میگم دیگه، تفکر استراتژیک، بردباری، صبر و تحمل، تصمیمات بحرانی رو در کوتاه‌ترین زمان ممکنه گرفتن، مدیریت تصمیم، مدیریت زمان، به دور بودن از حواشی اطرافیان، خانواده، اینستاگرام، شبکه‌های اجتماعی، تمرکز کردن روی رشد فردی و مهارت‌های فردی. میگیری چی میگم؟ اینها چیزاییه که در ظاهر هیچ ربطی به پول نداره ولی ختم به پول میشه. یه مثال دیگه هم واسط میزنم. من از لحاظ قانون جذبی و آنچه که تو مدیای ایران داره توضیح داده میشه، تو ذهنم 100 بار حریفم رو توی رینگ میکوبم، بعد یه هوک چپ، یه هوک راست، آپرکات، بعد همینجا پشت سرم حمله میکنم، اون میزنه، من دفاع میکنم، 4 تا مشت و ناکاوت، و خودم رو بارها ناکاوت کرده، اون طرف رو ناکاوت کردم، بالاترش وستم، دستم اینجوری بردم بالا، جمعیت برام جیغ میکشن، تصور میکنم، جذبش میکنم و جذبش کنم، دان، یه مشت خوردم تو رینگ، افتادم زمین، له و لورده شدم. چی میشه که من توی رینگ برنده میشم؟ نه از لحاظ ذهنی، بلکه از لحاظ فیزیکی آمادگی برنده شدن رو نسبت به حریفم بیشتر دارم. چطور به این نتیجه میرسم؟ من خارج از رینگ میرم میدوام، حوازی کار میکنم. دقت کن، میدونی کجا جمله من اهمیت پیدا میکنه؟ خارج از رینگ میرم حوازی کار میکنم، میرم میدوام، میرم کیسه بوکس تمرین میکنم، مربی میت میگیره، مشت میزنم، رژیم میگیرم، ورزش میکنم، میدونی تاباوری خودم رو بالا میارم، استامینای خودم رو بالا میبرم، بعد میرم تو رینگ، آنچه که یک پکیج کردم رو در عرض 10 دقیقه مسابقه به اجرا میذارم. گرفتی چی شد؟ 1 سال مهارت‌های فردی پولساز رو یاد بگیر، 1 سالم اجرایش کن، تو 2 سال شما به ثروت میرسی. قانون جذب میگه چی؟ بشین خونه. من تایلند بودم و یه الهه‌ای هست اونجا، خیلی دوست دارم عکس ندارم الان اینجا بهتون نشون بدم، ولی الهه‌ای هست به اسم الهه موفقیت. بعد شما میرید و دعا میکنید اونجا و موز میدید، شیر میدید، بعد میوه میدید، بعضی وقتا پول میتونید بدید و گل، یه سری گلای خاص بود که اینجوری اگر تو استوری من دیده باشی میندازی گردنت و در میاری میذاری اونجا به عنوان تحفه میدی بهش که اونم مثلا تو رو موفق کنه. من نوعی، شما بیننده گرامی، خیلیاتون و بپذیریم این قضیه رو، ترجیح میدیم که به الهه‌های موفقیت بریم موز واقعا موزا، یعنی اونجا تابلو زده بودن تحفه‌ای که میتونی بدی اولش موز بود، موز بدی، یعنی موز میذاری رو اون چیزی که حالا اونایی که واسه اون الهه کار میکنم یا موزا رو برمی‌دارم اینا بعد موز بدیم تا اینکه بخوایم اصول تجارت رو یاد بگیریم، بعد انتظار داریم موفق بشیم و ثروتمند بشیم. 2 تا مغازه رو تصور کن، یکیشون فروش رو یاد میگیره، تمرکز میکنه رو فروش، مشتری مداری، نمیدونم، تمرکز میکنه رو اینکه من چطور میتونم فروش بیشتری داشته باشم، چیکار کنم مشتری وفادار بشه، بیشتر بیاد، برگرده، روی تمام اینا تمرکز میکنه، روی دکور، نور، نمیدونم، انرژی، دیزاین، روی تمام اینا تمرکز میکنه. مغازه دوم که بغل هستن دیگه، هم هستن، جفتشون هم فلافلی دارن. مغازه دوم تمرکز میکنه روی قانون جذب، صبح خودش رو پر انرژی شروع میکنه، مثبت نگره، خیلی خوب انرژی میذاره و تصویرسازی میکنه که فلافلیش شده 2 دهنه، بعد 4 دهنه، بعد 35 تا شعبه زده. کدوم یکیش میگه تو رو خود جو صادق باش، کدوم یکیش موفق میشه؟
اون که قانون جذبه مسلما خب مشتری بیشتری جذب میکنه. آقا مشتری اصلا اهمیت نمیده شما قانون جذب داری یا نه، مشتری اهمیت میده چه خدماتی داری ارائه میدی و خدمات دادن از دانش تجارت میاد. داداش چی کار داری میکنی با خودت؟ ای مگه داریم؟ نه اونی که قانون جذب تمرکز کرده خب اون میره مطالعه میکنه دیگه، نه نمیکنه. من روزی 2 ساعت میشینم تصویر سازی میکنم، شما 2 ساعت. بیا من و شما هم دیگه در رقابتیم، من یه مغازه لباس فروشی دارم، شما هم یه مغازه لباس فروشی داری، هر دو مغازه‌ام 30 متر دهن به دهن جوری بغل هم است. شما روزی 2 ساعت تصویر سازی میکنی که مغازه شده 150 متر، من روزی 2 ساعت مطالعه میکنم برای فروش بیشتر، مشتری مداری، استراتژی های مختلف، تخفیفات چطوری بذارم، چیکار کنم 2 تا بخرن. مثلا میام استراتژی فروش میذارم 3 تا بخر پول 2 تاشو بده، بعد اینجوری فروش خودم رو افزایش میدم. ولی شما تصویر سازی میکنی و ما مجموعاً هم روزانه 4 ساعت تایم خالی داریم، تو 2 ساعت تصویر سازی میکنی، 2 ساعت مطالعه میکنی، من 3 ساعت و 50 دقیقه مطالعه میکنم، 10 دقیقه مدیتیشن میکنم. کدوممون تو این رقابت جلو میافتیم؟ صادقانه خودت پاسخ این سوال رو بده، ما این کلیپ رو به پایان برسونیم. پول از طرز فکر پول ساز میاد. قانون جذب برای چیز دیگری است. خدا میگه از تو حرکت از من برکت. از طرفی جای دیگری هم میگه چی؟ میگه 70 سال عبادت مساویست با 1 ساعت تفکر عمیق کردن، و تفکر عمیق خیلی ثواب داره، ولی ثواب که پول نداره. تو میتونی میلیون ها ثواب برای خودت ببری ولی پولدار نشی، میتونی فقیر باشی ولی ثواب زیادی کرده باشی، ربطی نداره. ولی وقتی راجع به برکت خدا میاد حرف میزنه میگه چی؟ میگه از تو حرکت از من برکت. میگه برکات زندگی شما را خارج از خانه شما قرار دادیم. حالا منی که دارم اینجوری حرف میزنم، نه مؤمنم نه مسلمونم نه آدم خوبی، اما فکر نکنی من اینجا تبلیغ مذهب دارم میکنم و ول کن مذهب، من دارم اینجا پول حرف میزنم. ولی حتی اگر بچه مسلمونی و مذهبی هم هستی، رفیق، دوست من، دوست عزیز، از تو حرکت از من برکت. از تو بشین فکر کن، تصویر سازی کن، به تو خواهم داد، هیچ کجای هیچ کتاب آسمانی نیومده، هیچ پیامبر اولوالعزمی این حرفو نزده. از کجا اومد این چرت و پرتا؟ فکر کن به حرفم. و آره من مخالفم با هر آنچه که تو مدیا میبینید، به خدا اینطوری نیست. برای پول برنامه بریز که پول در بیاد. و تو کلیپ‌های قبلی بهش پرداختیم، رازهایی که ثروتمندان فریاد میزنن و شما نمیخواید بشنوید. برو کلیپ‌های دیگر راجع به پول من ساختم و برو ببین اونا رو. آقا برای پول مهارت‌های پولساز یاد بگیر. حالا آدم ترید مهارت پولساز قطعاً هست، ولی ترید هم تو ایران باز همینجوری داره درس داده میشه. یکی از چیزایی که اشتباهه و تو ایران دارن همینجوری با همین طرز فکر درس میدن. طرف میگه میخوای تریدر شی، تحلیل رو یاد بگیر، استراتژی طلایی فلان. میخوای تریدر شی، نظم، کنترل احساسات، یه عالمه مراقبه، مراقبه پیشرفته و 10% هم تحلیل و استراتژی. من بهترین استراتژی دنیا رو میدم به تو. خب کی اون استراتژی رو اجرایی میکنه؟ با چه طرز فکری، با چه احساسی، با چه کنترلی، با چه صبری، با چه بردباری، با چه حجم از میدونی چی میگم تحمل فشار و دردی؟ تو بهتری ماشین دنیا رو به دست یه نفر به کدوم راننده دادی؟ یعنی این خیلی مهمه. تو باید تمرکز کنی رو راننده شدن. ایران همه دارن تمرکز میکنن رو تحلیلگر شدن. حالا این همینو ما راجع به مسائل مالی هم داریم، طرف تمرکز میکنه رو ویژن ساز شدن. میدونی چرا جذابه؟ چون فقیرها خیلی فکر میکنن. و وقتی که به یک فقیر میگی بیا با فکر کردن پولدار شو، با کله میپذیره و سعی میکنه محصولو بخره. چرا؟ چون فقیرها خیلی فکر میکنن، ولی اجرا. و اگر شما داری در یک مغازه کار میکنی و کارمندی، شما تو اجرا صفری. شما برای بقای زندگی داری برای سروایوید یک نفر دیگر رو به اهدافش میرسونی. و من کارمندی و کارگری رو نمیکوبم، اما فردا استعفا ندی یا نه، تفکر استراتژیک، استراتژی بچین، در طی 5 سال از کارت هم خروج بزن، هم بیزینس خودت رو ران کن، هم رشد و پیشرفت داشته باش، هم محیط تو آنچه رو که میخوای تغییر بده. تفکر استراتژیک، نه اینکه هیجانی فردا از کارت بزنی بیرون. اینم که برخلاف هر چیزی که من گفتم. پس توی کامنت ها واسه من بنویس که تا همین لحظه چقدر از قانون جذب تونستی پول واقعی در بیاری.
و من وقتی میگم پول واقعی، من دیدم اکثرا کسایی که راجع به قانون جذب صحبت میکنن اینجوریه، آره من خودم تو جذب خیلی خفنم، من با جذب به همه چیز رسیدم. ببین خب ماشین زیر پاتون چیه شما که میگی به همه چیز رسید؟ بیا یه ذره با هم صادق باشیم، بیا این کامیونیتی یوتیوب رو مثل اینستاگرام نکن. خب تو کامنت ها اگر میخوای بنویسی من با جذب به همه چیز رسیدم، بیا بگو من با جذب کارخونه زدم، الان من مدیر یک کارخونم و از صفر مطلق رسیدم به اینجا. این تغییرات گستر، این که من با قانون جذب پراید خریدم رفیق، اون بیشتر شبیه نفرینه تا موفقیت. یه ماشینی بود، ماشین خیلی داغون بود، پیکان، بعد پشتش نوشته بود من کل زندگیم مدیون دعای مادرمم. رفیق اون بیشتر شبیه آقا والدینه، این دعای فکر کنم نگرفته هرچیه. اینم همین قضیه شد، میگه من با قانون جذب همه چیز رو دوزن. همه چیز یعنی چی؟ توضیح به من بده، مثلا چی رو جذب کردی دقیقا؟ من بچه دار نمیشدم با قانون جذب بچه دار شدم، که رفیق اون دیگه بالاخره یه سری فعل انفعالات ربطی قانون جذب نداره، در هر صورت اتفاق میفتد. میگیری دارم راجع به چی صحبت میکنم؟ واقعی تو کامنت ها بنویس که آقا من با قانون جذب خیلی جاها شکست خوردم و به آنچه که میخواستم نرسیدم، خودم رو گول زدم، حس خوبی دریافت کردم و آنچه که رسیدم هم با تلاش و عمل کردم رسیدم. یا نه با این جمله مخالفی، بریم اسم قانون جذب اینا رو جذب کردم، یا اگر موافقی موافقم موافق باش روک. آقا این اساتید دارن یه چیز اشتباه رو فرهنگ میکنن، بپذیریم دیگه. یه جایی آدم باید ریل باشه، یه جایی باید واقعا فکت، یه جایی آدم باید مصر باشه. حالا اگر مخالفه اشکال نداره مخالف باش. تو کلیپ بعدی میخوام راجع به ناپلئون هیل صحبت کنم و کلا بگیرم روی نویسنده هایی که ایران رو دارن به قهقرا میبرن. و ببین سابسکرایب کن ویدیوهای قبلی رو، ببین کامنت بذار، با هم دیگه انگیجمنت کنیم، درگیر بشیم، بیشتر با هم آشنا بشیم. بدرود و خدا نگهدار.